اون چی که آخرین لحظات پیغمبر بود نقط و زن داشتن و این از خصائص پیغمبره. پیغمبر خدا هر کدام از این زنها را در حجره ای قرار داده بودن، به اصطلاح ما یه خونه یه سویتی برای هر کدامشون تهیه کرده بودن و خواه ناخواه شبها رو تقسیم کرده بودن بین این زنها. هر شبی منزل یکی از این خانمها به اصطلاح حضرت تشریف می بردن. البته در روایت مفصله که دارد هر روز زن به همه زنها سرکشی می کردن، احوال پرسی می کردن، ولی نمی موندن اونجایی که نوبتشون نیست و اونجایی که نوبتشون هست توقف می کردن. در روایت داره که یه روزی که نوبت حفصه بود، پیغمبر خدا به حجره او رفتند. اتفاقا حفصه کاری داشت با پدرش عمر، اجازه خواست که من اجازه دارم که برم به منزل پدرم، با بابام کاری دارم و برگردم. پیغمبر اجازه دادن رفت. یکی از کنیزهایی که پیغمبر خدا داشتن ماریه قبطیه بود. بله. معروف ماریه قبطیه کارش این بود، اونقدر علاقه به پیغمبر خدا داشت که هر منزلی پیغمبر خدا میرفتن این میومد برای خدمت گذاری. پیغمبر خدا چیزی میخواستن تهیه میکرد. ماریه قبطیه طبق روالش در اتاق حفصه آمد وقتی که حفصه نبود و در کنار پیغمبر. پیغمبر خدا اونجا دارد که خب کنیزشونه، حفصم نیست، اونجا دارد که با ماریه قبطیه به عنوان از کنان محرمیت هم بستر شدن. حفصه که برگشت از منزل پدرش وقتی رسید که هنوز ماریه قبطیه در اتاق خودش در اتاق حفصه بود، صبر کرد. ماریه از اتاق خارج شد، حفصه آمد و اون حالت به اصطلاح چیزی که بین زنها هست که نمیتونن ببینن که مثلا در ساعت خودشون پیغمبر با زن دیگه‌ای کنیز دیگه‌ای باشه، شروع کرد ناراحتی کردن. پیغمبر خدا میدانستن که حفصه الان همین مطلب را بهانه میکنه برای عرض میکنم فتنه کردن به زنهای دیگه، میگه زنهای دیگه رو عرض میکنم سبب ناراحتیشون رو فراهم میکنه. مخصوصا که روایات ما و روایات اهل سنت دارد که هیچ سری بین حفصه و عایشه مخفی نمیمون. پیغمبر خدا برای دفع شر حفصه اونجا به اصطلاح خودمون میگیم برای اینکه در دهنش را ببندن، پیغمبر خدا قسم خوردن که دیگه از حالا به بعد با ماریه قبطیه همبستر نخواهم شد.